بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. خب ایام محرم رو عرض تسلیت داریم خدمت دوستان. من چون وقت گذشته و انشالله میخوام بخش اعظمی از وقت رو در اختیار دوستان قرار بدم که اگر سوالی داشته باشند بپرسند، یه مقدمه مختصری پیرامون مسائل کشور در زمانی که درش قرار داریم عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستم. خب همونطور که دوستان به عنوان یک مجموعه زنده و پویای دانشجویی ناظر و شاهد گذر مسائل کشور هستند و میدونن که 8 سال دولت دهم و یازدهم و دوازدهم با آقای روحانی با یک پارادایم حاکم برای حل مسائل کشور به پایان رسید و اون هم این بود که ما برای حل همه مسائل مهم کشور باید روابطمون رو با دنیا اصلاح کنیم و مشکلش رو حل کنیم. ایشون چیز پوشیده‌ای هم که عرض میکنم نبود، در سخنرانی های متعددی حتی با به نوعی بزرگنمایی هم مسائل و مشکلات و هم بزرگنمایی راه حل که برجام باشه، این ایده محوری خودش رو بیان می کرد که ما حتی برای حل مسئله آب خوردنمون، محیط زیستمون، آلودگی هوامون، همه مسائل به برجام، یعنی به حل مسائلمون با غرب، برجام به این معنا نیاز داریم و باید بریم این مناقشه رو حل و فصل کنیم. مبدأ مختصات حل مسائل کشور در این دوره 8 ساله در خارج از مرزهای ما قرار داشت، یعنی مبدأ اونجا بود. حالا متناسب با کنشگری که کشور میتونست در این عرصه داشته باشه و در عرصه روابط و تعاملات، اتفاقات رقم میخورد. یکی 2 سال تقریبا به رفت آمدهای دیپلماتیک گذشت، یکی 2 سال به وعده و وعید و اجرای برجام و غیره، 1 سال تقریبا به اجرای برجام و بعدش هم به انحلال و پاره کردن یا اون فسخ یک طرفه امریکا و غیره. یعنی عملا ما توی 8 سال گذشته دستاوردمون هیچ بوده، تقریبا هیچ بوده برای حل مسائل اساسی کشور. خب دولت حاج آقای رئیسی به نظر من با یک تغییر پارادایمی شروع کرد. پارادایمی جدا، متفاوت، انقلابی، با یک نگاه که عملا این دستگاه مختصات تغییر کرد و این به نظرم مهمترین اتفاق بود که حالا از شاید 1-2 سال قبلش از ابتدای دولت های روحانی گفته شد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که آقا ابلاغ کردن گفته شد، ولی خب شنیده نمی شد. یعنی حرف جریان انقلابی برای حل مسائل کشور در این 8 سال گذشته به عبارات مختلف هم در بیان آقا هم در سیاست های کلی مرتب تکرار شد ولی به اون معنا شنیده نمی شد. حالا ایشون آمد و هم در مجلس 11 هم در دولت 13 برجسته مطرح شده که آقا ما برای حل مسائل کشور مبدأ مختصات رو باید بذاریم در داخل و اول مسائلمون رو اینجا حل کنیم. اگر این مسائل رو بتونیم اینجا حل کنیم، خواه ناخواه عرض کنم که
امید دشمن برای مؤثر بودن فشارش هم ناامید میشه. اینم هستا. یعنی اگر ما بتونیم سر سامان بدیم به اقتصاد کشور، سر سامان بدیم به این نابسامانی هایی که الان هست، امید دشمن هم ناامید میشه. این اون تغییریه که رخ داده. یعنی اگر شما دنبال چیزی غیر از این باشید، فکر کنید مثلا زید رفته عمر اومده، حالا ممکنه شما بگید در کنار این جریانی که رفته آمد یه جریان نفوذی هم بود که کنار میره یه جریان دیگه میاد، اینم هست. ولی میخوام عرض بکنم خدمت شما که اومد و رفت آدم ها به تنهایی حل مسئله نمی کنه. حل مسئله رو اون ساختار و چارچوب فکری و ذهنی میکنه که قبلا معتقد بود برای حل هر مسئله ای، چه مربوط به اقتصاد، چه مربوط به اجتماع و حوزه‌های مختلف بین موضوعی، باید بریم روابط رو اصلاح کنیم. الان میگه نه، باید از همینجا شروع کنیم. زیر ساختای اقتصادی رو باید اصلاح کنیم، باید روابط مالی، بانکی، بیمه‌ای تو حوزه‌های مختلف، تولید رو واقعا باید ازش حمایت بکنیم. حالا عملا امید دشمن به اثرگذاری که از بین بره، خود او میاد و سعی میکنه تو روابط اقتصادیش هم تغییراتی به وجود، تو روابط سیاسیش هم تغییراتی وجود بده، حتی امتیاز بده و مسئله رو حل کنه. و این اتفاقا شاه کلید حل مسئله است. من اینم خدمت شما بگم که شاه کلید حل مسئله ناامید کردن دشمن از اثرگذاری تحریمه. یعنی تا زمانی که اصلا شما باشید پیش خودتون، مثل این بچه هایی هستن که از این بازی های استراتژی بازی میکنن، شما باشید و استراتژی که جواب داده یعنی تحریم، خب نمیرید سراغ تغییرش. یعنی شما خودتو بذارید جای سیاستمداران و مسئولین امریکایی، میبینید یه استراتژی جواب داده، خب چرا تغییرش بدید؟ ادامهش بدید. و استراتژی امریکایی‌ها تو حوزه تحریم از سال 89 به این طرف به خاطر زیر ساخت‌های نابسامان اقتصادی که ما داشتیم یا اون اقتصاد متزلزل درمونی ما جواب داده بود، پس باید ادامهش بدی هر کس باشه و اینو دیده باشه. من یه عددی به شما بگم جالبه. ما وقتی که تو حوزه تحریم مطالعه میکردیم، بدترین رکورد تحریم، یعنی اقتصادی که واقعا از تحریم‌های بین المللی زیان دیده بود، امریکا بود. ببخشید، تحریم امریکا علیه عراق بود که با معروف به تحریم نفت در برابر غذا. این تحریم در مطالعات معروف اقتصاد تحریم که معروفترینش مطالعه هافبایره، میگه که 5.5% از جی دی پی عراق کم کرد. یعنی تولید ناخالص داخلی عراق در اون دوره 5.5% کم شد میانگین. حالا وقتی که میام سراغ اقتصاد خود ما، میبینیم در طول این دوره‌ای که تحریم به شدت اعمال شده، اثرگذاری تحریم مثلا رو 6% و 8% و ایناست. یعنی اثر تحریم رو اقتصاد ایران بدتر از بدترین اثرگذاری در طول تاریخ تحریم ها بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه متاسفانه ما همه هم و غممون رو بردیم سراغ تحریم. دشمن دیده داره تو این حوزه ضرر میکنه، داره خسارت میبینه، داره فشار میاد، فشارشو بیشتر کرده. و من یه چیزی هم خدمت شما بگم، حتی اگر یک دولت دموکرات بود هم با این توضیح از برجام خارج میشد. حتی اگر دولت دموکرات، چون اصلا نقشه همینه، صورت مثلا یه بهانه دیگه میکرد، یه جور دیگه صحنه رو میچید، استراتژیشو تغییر میداد، ولی صورت مسئله همین بود. راهکارش هم خارج میشد از برجام. چرا؟ چون استراتژی فشار حداکثریش جواب داده بود و باید تشدید میکرد.
علی حال تو یک نقطه واقعا عطفی هستیم که پارادایم حاکم بر کشور ما، نه بر سیاست‌های دشمن. چون من معتقدم بایدن و ترامپ در این پیگیری این استراتژی یکی‌اند. یعنی اگر ترامپ هم بود و تغییر پارادایم ما رو میدید، او هم رفتارش رو تنظیم میکرد، تغییر میداد. ما خودمون داریم تعیین میکنیم که چه شکلی صحنه چیده بشه و قواعد تعریف بشه. این که ما داریم پارادایم رو تغییر میدیم، مطمئن باشید دشمن هم متناسب با رفتار ما رفتار خواهد کرد، به شرط اینکه بتونیم مؤثر عمل کنیم، کارآمد عمل کنیم و اقتصاد کشور رو از حداقلش به عنوان نقطه امید دشمن، از کانون فشار بر مردم خارج کنیم. و این شدنی هم هست واقعا، با منابع و امکاناتی که ما داریم شدنیه، ولی نه با رفتارها و عملکردهایی که دولت قبل داشت انجام میداد. این اتفاقات، حالا من بعضی از اون تو مجلس صحبت کردم در موردش، این قطعی‌های آب، برق، مشکلات عدیده‌ای که الان ما داریم واقعا ربطی به تحریم نداره، ربطی به همش بی‌تدبیری حاصل این 8 سال به نظر من آدرس غلط دادن به اقتصاد و کشوره شد. همین اوضاعی که می‌بینیم، حجم زیاد بدهی، حجم زیاد از زیان انباشته در شرکت‌های آب و برق و غیره، مصرف فزاینده، نتیجهش اینی که دولت هم که امکان این که این فاصله و شکاف رو پر کنه نداره، نتیجهش میشه همینی که الان میبینیم که متاسفانه در طول دوران بعد از جنگ این حجم از قطعی و فشار روی مردم تو حوزه‌های تأمین امکانات و زیربنایی بی‌سابقه است. ما تو سال مثلا حمایت از تولیدی بدترین اتفاق سر تولید ما آمده، با قطعی‌های مکرر برق و با فشاری که داره روی تولید کننده ها. حالا من بحثم رو دیگه جمع کنم، دوستان بپرسند و سوالاتتون جواب بدم. این چیزی که اینجا برای من گفته بودند در مورد نظام مسائل، خلاصه و اساره بحثم رو تو این چند دقیقه خدمتتون گفتم. یعنی فونداسیون رو با هم دیگه ریختیم، حالا سوالات رو همین انشالله میشینیم و میایم که اون ساختمان ذهنیمون کامل بشه. تغییری که رخ داد تغییر پارادایمه و این تغییر پارادایمی امیدوار کننده است، نه اومد و رفته آدم ها. آقای ایکس آمده، آقای وای رفته، غیر از بحث نفوذ و غیره که قطعا خسارت آفرین بود. آقای ایکس رفته، آقای وای اومده، با چه ساختار ذهنی و با چه طرز تفکری به حل مسئله، که آیا این حالا حل کننده این مسئله برای ما هست یا نیست. این اون اساره بحث من بود، گفتم براتون عرض بکنم. حالا دیگه ادامه جلسه رو ایشالا بر مبنای سوالات دوستان برنامه ریزی میکنیم. ما خدمت دوستمون هستیم، شما دیگه مدیریت کن. فکر کنم با این وقتی که داریم، حدود نیم ساعت، یه 5 تا 7 تا حالا چی؟ سه تا اینور بگو، نمیدونم، هر جوری شما دیگه تصمیم میگیری، ما در خدمتی. یه صلوات هم بفرست. آقا یه کاغذ هم بده من بنویسم دست درم. بگو عزیز. نه نه، یه کاغذ بده. اما ما وقت عمل چه وقتی این امکان پذیره که به سمت تولید بره و به تولید هم حتی به 3% هم نرسید و اینکه نه بگو، آره بگم، من یکی یکی میگم بیانج نفر بعد اون آقا. اوکی،
آها شرط کافیه. بله باشه میگم چشم. بله آقای بنایی میگی ما حرفمون دوتا نیست. باشه توضیح میدم توضیح میدم. بله حالا خانوم هم بگن. بله هر اگه خانوم ها سوال ندارن دوباره میام سراغ آقایون. کس سوال نداره؟ بله بفهمید خانوم. بله بله چشم میگم انشالله. ممنونم. بله خانم ها انگار سوال نداره. آقایون بگن. بله نه هر چیزی سوال داریم بپرسیم. بذار اون دوستمون عقب. شما بگو. شما سلام عزیزم. بله بله شروع
بله باشه. چشم. آنم کاویانی هم بپرسن. بله. من خانم به موقعش یکی یک سوال رو میگم جوابشم. الان دقیقا کدومش رو بگم؟ انتصابات؟ خب اینو پرسیدن. باشه خب باش. نظر ایشون چیه؟ بگین خانم کاوه. بله چشم. برنامه رأی مجلس به کابینه هم ایشالا عرض میکنم. خب یه صلوات بفرستیم. عرض کنم خدمت شما که یه ذره فقط سوالات از نیم ساعت این یه جایی بندش کن دست درد کن یه ذره سوالات از نیم ساعت رد شد. حالا ببینم چقدری میتونم سوالات رو جواب بدم. حالا فقط چجوری بگیم اینا رو داره ضبط هم میکنه بعضیش. شما فیلم رو نگه میداری دیگه ها؟ پخش که نمی کنی. خب حالا بعدا با دوستان مذاکره میکنیم. چی؟ مسئولیت؟ نه بحث مسئولیت نیست آخه. حالا اجازه بدید من وارد بشم و بعضی از این نکات رو توضیح بدم خدمت دوستان. ببینید مسئله اولی که دوستمون پرسیدن در مورد خلق پول و رشد نقدینگی که شاید ام المسائل اقتصادی ما همینه. الان اگر از مردم بپرسید مهمترین مشکل اقتصادیتون چیه؟ میگن مشکلمون تورمه. چه؟ مردم عادی چه تولید کننده؟ واقعا برای تولید کننده هم این نوسان شدید در بازارها چه بازار مواد اولیه چه بازار محصول نهاییش قابله و بخواد خلق پول رو جلوشو بگیره کند کنه این سیل مخرب نقدینگی که وارد اقتصاد میشه. یه راهکار اصلیش شاید بگیم تنها راهکارش حل مسئله کسری بودجه است و راهکار فرعیش هم نظام بخشی به عملکرد سیستم بانکیه، ساماندهی عملکرد سیستم بانکی. حالا من در مورد اینا یه اجمالی توضیح میدم. ببینید وقتی که نظام وقتی که بودجه در کشور کسری میاره مثل امسال دولت دخل و خرجش تنظیم نیست مجبور میشه کسری رو از یه جایی جفت و جور کنه. امسال دخل و خرج دولت چقدر با هم تفاوت داره؟ حدود 350 هزار میلیارد تومان ما میگیم تراز ناترازی داره دولت. این 350 هزار میلیارد تومان از کجا میاد؟ دقت کنید. آیا از اولش بودجه با ناترازی بسته میشه؟ نه. بخشی از مصارف بودجه از محلی غیر از منابع قراره، منابع پایدار قراره تامین بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میگید من اینقدر درآمد دارم، دارم کار میکنم، دستمزد میگیرم، اینقدر درآمدمه. اینقدرم خزینه دارم. 5 میلیون تومان درآمدمه، 10 میلیون تومان هزینه هامه. خب یکی میپرسه پس تو چجوری این ترازش میخوای بکنی؟ 5 میلیون رو 10 میلیون میخوای تراز کنی؟ میگی 5 میلیون شو میرم قرض میگیرم، میرم استقراض میکنم، میرم مال و اموال میفروشم،
یه فرشی، یه کمدی، یه تلویزیونی، یه چیزی میفروشن، اینا تراز میکنن با هم دیگه. بودجه ما در مجلس تراز بسته میشه، ولی در عمل چی داره؟ کسری داره، ناترازی داره. با چی بسته میشه؟ با بدهی، با فروش اموال، با استقراض، با غیره. خب حالا اگه نتونیم اموالو بفروشی چیکار میکنی؟ بیشتر استقراض میکنم. از کی میگیری؟ میرم سراغ مردم، میگم آقا یه کاغذایی بهتون میدم، میگم آقا اینا رو دو سال دیگه سه سال دیگه با سودش بهتون برمیگردونم، به من قرض بدی. خب اومدیم و مردم نخریدن این کاغذا رو، میرم سراغ بانک مرکزی، میگم آقا به من یه وامی بده، یه کمکی بکن تا من اون 5 میلیون کسریمو جبران کنم و یه روزی بهت میدم. مشکل از اینجا شروع میشه که دولت میره سراغ بانک مرکزی میگه کسری منو جبران کن. بانک مرکزی خب کجا میاره؟ شروع میکنه به خلق پول، به چاپ اسکناس. حالا قبلا بود، الان که یه عدد و رقمه، یه عدد و رقم تغییر میکنه. الان همین ماهایی که ما توش هستیم، یعنی ماه تیر، ماه مرداد، بخشی از حقوق و هزینه جاری دولت داره از محل استقراض تامین میشه. یعنی دولت منابعش کفاف هزینه هاشو نمیده، منابع مالیاتی که داره جمع میکنه جوابگو نیست، مجبور بره استقراض کنه. وقتی استقراض، وقتی که بیشتر از اون چیزی که در اقتصاد به پول نیازه، پول وارد اقتصاد میشه، مسئله تورم به وجود میاد. دولت 13 زمانی داره کارش آغاز میکنه که مهمترین مسئلهش مسئله خلق پوله. سال گذشته 33% ما پول، اونم از جنس پول پرقدرت ما بهش میگیم، چون پولی که بانک مرکزی داره اینو، یا پایه پولی بهش میگیم، چون پولی که بانک مرکزی داره، وقت این پول بانک مرکزی ضرب در ضریب فزاینده میشه، یعنی جنسش با جنس خلق پول نظام بانکی فرق میکنه. پایه پولی افزایش پیدا کنید، ضرب در یه ضریبی میشه، تحت عنوان ضریب فزاینده خسارت بارتره. مثل اینه که یه سیلی بیاد تو دشت بیفته با یه شیب ملایم، یه وقت یه سیلی میاد میفته از توی یک کوهی سرازیر میشه، حالا دیگه این شتاب پایین اومدن آب ویرانگری این سیلو بیشتر میکنه. ضریب فزاینده مثل اینه که آب داره از کوه جریان پیدا میکنه میاد پایین، نه توی دشتی با شیب ملایم، و لذا خیلی ویرانگرتره، چند برابر قدرت تخریب این میره بالا. دولت 13 باید با این چی کار کنه؟ من به دوستانی که از مجلس میرفتند یا مؤثر بودن در دولت عرض میکردم، حالا اینجا میگم حرفمو، من عرضم این بود که اولین توقع و انتظاری که مردم از شما دارد حل مسئله تورم. حل این مسئله تورم هم به اینه، یا اون شکاف 5 میلیون 10 میلیون رو باید حل کنید، یعنی صرفه جویی کنید. چرا 10 میلیون خرج کنی؟ بیا کمتر خرج کن، 7 میلیون خرج کن، 8 میلیون خرج کن، یه ذره دور و بر هزینه‌هات رو جمع کن، یا این 5 میلیون رو ببر بالا، لااقلش این 5 میلیون رو بکن 6 میلیون، با فرارهای مالیاتی جلوی اونا رو بگیر، از دلال بازیان سعی کن مالیات بگیری، یه جوری درآمد دولت رو ببر بالا، 5 میلیون رو بکن 6 میلیون، 10 میلیون دولت رو بکن، خرجت رو بکن 7 میلیون 8 میلیون، فاصله رو کم کن. هر چه تو فاصله رو کمتر کنی، اون بهانه ایجاد سیل بله کمتر میشه. این الان اون نکته اصلیه که اگر دولت 13 بخواد کمکی بکنه، وقت اونم نیاز به یکی دیگه از سوالات دوستان، میگفتن هماهنگی تیم اقتصادی دولت، این نیاز به چی داره؟ بله هماهنگی داره، یعنی برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، باید حداقل حد اکثر کل کابینه باید همکاری کنن تا این اتفاق مهم بیفته و بشه اینو جمع کنه.
خب یه اتفاقاتی هم داره میفته، من خدمت شما عرض بکنم، چون خیلی تو جامعه در موردش حرف زده میشه، بعضی از مسائل اینو تشدید میکنه، یعنی این شکافه رو لااقلش اینا رو تو این برهه خطرناکی که توی اقتصاد ایران قرار داریم، اینا رو الان در موردش تصمیم نگیرید. یه چیزی الان آورد دولت آقای روحانی دقایق آخر تحویل داد و رفت تحت عنوان همسانسازی دائمی حقوق بازنشستگان. این یعنی چی؟ ببینید هر کسی که بازنشسته میشه با یه پایه حقوقی بازنشست میشه. تورم که هست، این از آدمایی که دارن بعد او بازنشسته میشن عقب میفته. مثلا این با پایه فرض کنید 5 میلیون بازنشست شده، حقوقا اضافه میشه، اون نفر بعدی با همون آدم تو همون پست تو همون جایگاه با حقوق 6 میلیون پایه بازنشست شده، سال بعد یک کسی با حقوق 8 میلیون بازنشست شده. همسانسازی دائمی یعنی این که دائم تمام آدمایی که توی پست بودن توی شرایط بودن و با اونی که همین امروز داره بازنشست میشه یکی کن. خب خوبه، اشکال نداره. تو شرایط تورمی که بالاخره تورم مثل واقعا یه دزدی راهزنی داره زندگی مردم رو غارت میکنه، بازنشسته ها اقشار با درآمد ثابت کسانی هستند که بیشترین خسارت رو میبینن، بیشترین ضربه رو میخورن، باید بهشون کمک. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه، شما اینجا این پول رو باید تأمین کنید دیگه. یه منبع بسیار بسیار، این منبع رو ما برای سال 1400 محاسبه کردیم 200 هزار میلیارد تومنه، یعنی به کسری 350 هزار میلیاردی شما 200 هزار میلیارد تومن اضافه میشه. خب اشکال نداره، از کجا میخوای بیاری؟ استقراض بیشتر. یعنی شما 5 تومن میذارید تو جیب افراد، 10 تومن مجبورید از جیبشون در بیارید با تورم. این 5 تومنی که دارید تو جیب افراد میذارید منبع مطمئنی نیست. من اینجایی صحبت کرده بودم، گفتم آقا اینا رو از صندوق ها بدید، از درآمد ها بدید، بیشتر بدید، اصلا دو برابر بدید. ولی اگر شما بخواید اینا رو به بودجه دولت ببندید، بودجه‌ای که الان خودش کسری داره، این یعنی چی؟ یعنی تورم، یعنی فشار بیشتر بر همه، از جمله همین گروهی که الان میخواید مشکلشون رو حل کنید. اوه چقدر علیه ما، علیه یه سرچ کوچولو تو اینترنت بکنید، فلانی گفته که همسانس مخالف حقوق بازنشسته یه کسیه به اسم فلانی تو مجلس، ما رو حالا مثلا سایه‌مونم بعضن خواهم با تیر بزنم. حرف اینه، بحثی نیست که حقوق بازنشسته ها کافیه، بحثی نیست که نباید همسان بشه، بحث اینه که با این منابعی که دولت داره تو این شرایط وضع بدتر میشه، برای خود این افرادم بدتر میشه. یعنی هر روز میره احساس میکنه حقوقش بالا رفته، اشکال نداره، قبلا چقدر میگرفه؟ 4 میلیون، الان چقدر میگیره؟ 7 میلیون. ولی میره دم مغازه میبینه به اندازه 4 میلیون قبلا نمیتونه خرید کنه. اسمی رفته بالا ولی واقعی افزایش پیدا نکرده. الان معضل اصلی جامعه ما اینه. حالا میخوام اینو تشدید کنیم، باش بریم جون. خب من حالا یه موضوع دیگه ایرم براتون تو پرانتز گفتم تا ببینید اگر دولت 13 بخواد کاری انجام بده، اینه که بیاد این شکاف نقدینگی رو، شکاف کسری رو بله کمترش کنه، بیشتر صرفه جویی کنه. اتفاقا من گفتم به آقای خاندوزی، اینا گفتم برید یه قرارگاه بزنی تو دولت، قرارگاه مرغ تخمق، نه قرارگاه نقدینگی، قرارگاه کنترل نقدینگی یا حل مثلا کسری بودجه، چه بودجه 1400 چه بودجه سال 1401، لااقل اونو بدون کسری بیارید یا با کسری کمتر بیارید. خب این یه مسئله. مسئله دومش مسئله نظام بانکیه که تورمزا عمل میکنن، به ویژه بانکای خصوصی. طرح اصلاح نظام بانکداری که الان ما تو مجلس داریم بررسی میکنیم، اصلی ترین هدفش اینه که به بانک مرکزی قدرت نظارت بیشتر بر نظام بانکی بده. الان ما آقای همتی رو که می آوردیم کمیسیون،
میگفتیم آقا چرا دو تا بانک خصوصی اینقدر تونستن خلق پول کنن به اندازه کل بودجه کشور توی یه سال اینا خلق پول کردن، بعد رفتن مال ساختن، رفتن نمیدونم کارهای مسخره انجام دادن. ایشون میگفت که من اختیاری ندارم، من امکانی برای برخورد ندارم. ما الان تو این طرح نظام بانکداری که خیلی سر و صدا شد و عجیب و غریب هم فشار به مجلس داره وارد میشه، یه حرف داریم، میگیم اصلا یه زمانی که یه بانک خصوصی داره تخلف میکنه، بانک مرکزی بتونه هیئت مدیره و مدیر عامل او رو بله مصلوب الاختیار کنه، بگه آقا من میذارم، اصلا بانک سر جاشه، با دارم عمل میکنه، مردم هم چیزی نمیبینن، همون بانک همون آدم ها، ولی مدیریتش چی شده؟ بله مدیریت تغییر کرده. الان بانک مرکزی همچین اختیاراتی بله نداره. در مورد الان ما داریم تحقیق و تفحص میکنیم در مجلس از بانک های خصوصی، بعضی از این مدیران عامل بانک های خصوصی، الان شما سریا یکی دو تا برنامه ساخته ببینید، در مورد چند وقت پیش پخش میکرد مصائبی که اینا داشتن، الان ما داریم جزئیاتش هم در میاریم. بعضی از این مدیران عامل بانک خصوصی رئیس کل بانک مرکزی رو اصلا براش، حالا ببخشید دیگه، میگن چی؟ اصلا به حسابش نمیارن، خودمونیش ترم براش خود نمی کنن. آقا کی هستی تو؟ هر کاری میخوای برو انجام بده، من اینجا این کار بله، همین از اختیار بانک بودنم بله تا میتونم استفاده میکنم و خلق پول میکنم، ولی نه جنسش خلق پول پایه پولی، خلق اعتبار بانکی که حالی تفاوت هایی داره. پس اگر بخوان کاری بکنه دولت 13 اینه که این دوتا اتفاق مهم بیفته، یعنی اون خلق اعتبار بانکی و این خلق پول بانک مرکزی. دوستمون فرمودن که اینا که میگی شرط لازم برای رسیدن به اهداف اینه که پارادایم عوض بشه. بله درسته. شرط کافی چیه؟ شرط کافی عمل جهادیه، حرکت پویاییه، به نظر من خواستنه. یه اتفاقی که در دولت آقای روحانی به ویژه این سالای آخر که ما باشون کار میکردیم داشتن، دولت از تحرک افتاده بود، دولت سنگینی، دولت بدون به نظر من انگیزه، مثلا دولتی که شما احساس کنید دیگه تو سرازیریه، دیگه داره میرسه مثلا به خیلی انگیزه ی حرکت نداشت. ببینید یه خون جدیدی تو رگهای نظام اجرایی ما به جریان افتاد، این خیلی مبارکه. یه آدمی آمده حالا برای اثبات خودش، برای اثبات کارآمدیش، برای عملی کردن ایده‌هاش، الان داره یه دوی جدیدی شروع میکنه، تازه نفس، انرژی داره، اصلا بدون اینکه همچی پارادایمی هم باشه، این تغییر تحول چیه؟ مؤثره، مبارکه. حالا اگه ایده هاش هم ایده های خوبی باشه، پارادایمش هم پارادایم مثبتی باشه، قطعا به حل مسائل ما کمک میکنه. لذا به نظر من شرط کافی این عمل جهادیه. حالا ممکنه مثلا بعضی دوستان ایراد کنن که آقا مثلا حاج آقای رئیسی یه روز رفت خوزستان برگشت، نماینده همکار ما، نماینده یکی از نماینده خوزستان، تو آقا اینا نمایشی فلان. من به نظر من اینطوری نیست، اصلا جامعه ما الان به یه همچین چیزایی نیاز داره. جامعه ما اینا پیامه، اینا شاید ماهیتاً اثری نداشته باشه، بالاخره بی اثر نیست. حالا ممکنه ما سختگیر باشیم بگیم اینا کم اثره، ولی جامعه الان نیاز داره، جامعه نیاز داره که حاکمیت داره بهش پیام میده، لااقلش اون بخشی از بدنه جامعه که اصلا رأی نداده بودند بهش پیام بده که آقا من عزم حل مسائل تو رو دارم. و این حرکت ها به نظر من حرکت های خوبیه. گفتن تغییر پارادایمی در عمل یه چیز دیگه ای دیدیم، در افراد، در انتصابات، غیره. ببینید دوستان، ممکنه سلائق فرق کنه، مثلا بنده نوعی اگر بودم آقایی رو نمیذاشتم، یا میذاشتم یا کس دیگه ای رو میآوردم. ما باید به نظرم تا این حد احترام قائل بشیم برای انتخاب رئیس جمهور و اینکه ایشون بالاخره کسانی رو انتخاب کرده که با حساب و کتاب‌هایی که خود ایشون داره
بیشترین کمک رو میکردن به حل مسائل. اگرچه ممکنه سلیقه من اگر بود جور دیگه ای عمل میکردم، با سلیقه ماها ممکن بود تطابق نداشته باشه. ولی ببینید الان قصاص قبل از جنایته، هنوز چیزی ندیدیم، هنوز اتفاقی نیفتاده. اونی هم که حتی با سلیقه من منطبقه هنوز کاری نکرده. یه ذره صبر کنیم. ما 8 سال آقای روحانی اومد و رفت، بعضن میگفتیم آقا زود قضاوت، این میخواست یه کارهایی بکنه. حالا توی 100 روز آخر هنوز دولت 2 روز نشده، شروع شده ناامیدیم. این غلطه. به نظر من اجازه بدیم که دولت پیش بره، اگرچه حالا ممکنه با سلیقه ما مطابق نباشه، ولی امیدواریم واقعا به اینکه این تیم هماهنگ عمل کنه. دوستی پرسیدن این هماهنگی رو چطوری می‌بینی؟ واقعیتش مهمترین نگرانی ما که تو جلسات مختلف هم ما گفتیم، هم بعضی از این دوستانی که رفتند و آمدند، رفتن پیش آجاها و بعضن هم به عنوان گزینه معرفی شدن، مهمترین مسئله‌ای که روش دست گذاشته بودن مسئله هماهنگی تیم اقتصادی بود. آقای دکتر خاندوزی 1 هفته قبل از تحلیف یه روز به من زنگ زد، شنبه ای بود بعد از ظهر، ساعت مثلا 1:02 بعد از ظهر، گفت من اصلا دارم میرم پیش حاج آقا. به من گفتن بیا. پیش زمینه ذهنی هم نداشت، حرفش بود ایشون که به عنوان گزینه مطرحه، گفت به نظر چیه؟ من حالا خیلی بهش توصیه کردم که شما اگر میری پیش حاج آقا نه نگو، که حالا بگی نه مثلا تاخچه بالا بذاری نمیام فلان. چرا؟ چون گزینه های بعدی که مطرح بودند و در ظاهر هم تجربه داشتند و ما چون شناختی داشتیم نسبت به پیشینشون عمل کردشون، قطعا بدتر از ایشون میدونستیم. بعدش من بعد از اینکه جلسه رفت آمد، ساعت 7-8 شب بهش زنگ زدم، رفتی پیش حاج آقا؟ گواره رفتم. حاج آقا گفتن که مثلا تو میخوای چیکار کنی؟ ایده ها چیه؟ به نظر چجوری کشور از وضعیت فعلی خارج میشه اینا؟ من گفتم مهمترین چیزی که لازمه برای این که ما از این وضعیت خارج بشیم اینه که این تیم هماهنگ باشه. اینه همه شو یه هدف داشته باشن و قطعات یه پازل رو انجام بدن توی اون مجموعه خودشون. و ایشون تایید کرد. حالا آقای میرکاظمی رو مثلا گفت من صحبت کردم، گفتم مثلا من ایشون نمیدونم میخواد چجوری عمل کنه، چون ما شناختی که نداشتیم و نداریم هنوزم از، ولی قطعا شخص رئیس جمهور به یک حجتی رسیده از اینکه ایشون اونجا به کار بگیره. امیدواریم واقعا تو نتیجه هم ببینیم تو هفته‌های آتی این هماهنگی. اینو که عرض کردم خدمت شما، میخوام بگم این دغدغه بود هم برای ما که از بیرون میدیدیم، هم برای حتی کسانی که دعوت به همکاری میشدن، که حالا قطعا این اتفاق بیفته. پرسیدن خانم که این ضعف در قوانین حمایت از تولید، ببینید حمایت از تولید قوانین خیلی خوبی داره و قوانینی هم نداره و قوانین مازادی هم داره. این قوانین خوبی داره که اجرا نمیشه. مثلا ما هنوز قانون حمایت از تولید رقابت پذیر رو هنوز خوب اجرا نکردیم. هنوز به نظرم نارسایی داریم در اجرای قانون. قوانین اضافه ای داریم که خودشون مانع تولیدن، باید مقررات زدائی کنیم، بگیم اینا رو باید بریزیم کنار تا یه ذره تنفس کنه فضای تولید کشور، و قوانین خوب دیگه ای هم باید بذاریم. اما نکته ای که هستش اینه که به نظر ما اون مقررات زداییه و اون عمل به قانون مقدم است بر تقنین جدید. ما قوانین خیلی خوبی توی تولید داریم، البته تو بعضی حوزه‌هاش نداریم، داریم انجام میدیم. مثلا تو حوزه دانش بنیان ما داریم تقنین جدید انجام میدیم، میاد انقریب توی صحن مجلس، ولی اون اجرای مهمه. الان از این آقایونی که دولت رأی آوردن، ما بیشترین توقعی که داریم اجرای قوانینه. ما قانون مالیات سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که به نظر ما جلوی بخش اعظمی از تخلفات مالی و مالیاتی رو میگیره ابلاغ کردیم. اردیبهشت امسال ددلاین اجراش بوده،
خب دولت اجرا نکرده، الان دولتی میاد که خودش تو مجلس اولویت اولش چی بوده؟ همین قانون بوده. یعنی ما توقع داریم اینا تو دولت حاج آقا چی بشه؟ اجرایی بشه. پرسیدن که این استراتژی واحد حول کابینه کدومی که از دوستان بوده؟ و سردرگمی میبینیم. حالا ببینید در مورد کابینه عرض کردم ممکنه سلیقه من مثلا این آقا نبود، یا آقای دیگه ای بود، یا من معتقد بودم این آقا رو اینجا نباید بذارم، جای دیگه باید میذاشتم. بله اینا خب از نظر من اینه، ولی فکر میکنم مهمتر از این که الان چه تصمیمی دولت گرفته اینه که و اتفاق افتاده دیگه، قضی الامر تموم شد، قطعا براش حساب و کتابی داشته که اینو برای اینجا معرفی کنه. مثلا ما میگفتیم آقا چرا آقای مهرابیان شما تو نیرو معرفی کردی، تو صنایع معرفی میکردی، چرا آقای زرقامی رو توی میراث معرفی کردی، تو ارشاد معرفی میکردی، چرا آقای قاسمی رو تو راه‌شهرسازی معرفی کردی، تو نفت معرفی میکردی؟ خب اینا بله حساب کتاب های ماست، ولی یه منطقی حالا شوخی های فراوانی هم میکنن دوستان، یه یکی یکی صندلی ها اشتباه بوده بعد دیگه اسم افراد نوشته رفته، فارغ از این شوخی ها بالاخره منطقی داشته حتما رئیس جمهور با شناختی که و تیم انتخاب کننده در مورد انتخاب افراد. قصاص قبل از جنایت به نظرم نکنیم، امیدوار باشیم به اینکه این انتخاب ها مؤثر است و فضا رو برای موفقیت دولت به نظرم از حالا دیگه آماده کنیم. از حالا به بعد تلاش کنیم واقعا فضای امیدواری برای جامعه فراهم کنیم که دولت بتونه. و قطعا یه چیزی من خدمت شما بگم، ما اینو تو مجلس به صراحت هم گفتیم، مجلس 11 حالا حداقل عمل کردشو که تو این ماهای اخیر شما دیدید هیچ پیشبینی پذیری نداره. یهو دیدی مثلا 270 تا رأی به آقای داده، یهو دیدی چند وقت بعدم آقا رو استیضاح کردم مثلا با 60 تا رأی طرف افتاد. هیچ نه اون آقایون مطمئن باشن که رأی بالا آوردن. چرا؟ چون تو غیر علنی یه طرحی رأی آورد، تو علنی رد شد، یا بالعکس مثلا تو غیر علنی رأی نیاورد. فضای پیشبینی پذیری نیست. بله خب اون جلسه رأی گرفتن دموز ترسیانت بود دیگه، مسکوت گذاشتن تر رأی آورد، بعد که علنی شد ما توسوانمو برعکسش بودیم، برعکسش خیال میشن. نه حالا ممکنه، حالا میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما که لااقلش انتظار و توقع بود یا این رأی تکرار شه، لااقل عکس بشه مثلا غیر علنی این مجلس به مسکوت شدن تر سیانت رأی نده، تو علنی رأی بده ولی معکوس شد مثلا کل. یا تو قضیه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تو اولویت رأی آورد، حاجی آقا رئیسی نامه نوشت که آقا اینو مسکوت بذارین، رأی ندادن به این، گفتن نه ما میخوایم اینو اجرایی کنیم. بعد عرض کنم که تو سه رأی نیورد کلیات قانون، یعنی اصلا به 5